سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از میان آثار انتزاعی این داونپورت نقاش انگلیسی آغاز میکنم. در تماشا این هفته طنز تصویری کامبیز درمبخش، طراح و کاریکاتوریست برجسته ایرانی. نگاهی به تاریخ اختلاف عقیده و ابراز مخالفت به روایت صد شیء در موزه بریتانیا. کامبیز درمبخش، طراح و کاریکاتوریست، یکی از پرکارترین هنرمندان معاصر ایرانی در عرصه کاریکاتوره. او برنده جوایز بین‌المللی متعددیه و آثارش به موزه‌های مختلفی در سراسر دنیا راه پیدا کردند. در این سالها درمبخش کتاب‌های زیادی منتشر کرده و فهرست نمایشگاه‌هایی که در داخل و خارج ایران در آنها شرکت کرده بسیار طولانیه. گزارشی که می‌بینید به طنز تصویری کامبیز درمبخش اختصاص داره. کامبیز درمبخش متولد 1321 خورشیدی در شیراز و بزرگ شده تهرانه. اون اولین کاراشو در 15 سالگی در نشریه ارتش که پدرش سردبیرش بود چاپ کرد. کمی بعد وقتی هنوز شاگرد هنرستانی بود پاش به نشریات مهم اون دوره مثل توفیق، سیاه و سفید و اطلاعات هفتگی باز شد. 60 سال از اون دوره میگذره و در این مدت درمبخش نه تنها با نشریات داخلی ایران که با بسیاری از نشریات خارجی از جمله نبلشپالتر، نیویورک تایمز و اشپیگل کار کرده. در این سالها بیش از 50 نمایشگاه انفرادی داشته و در مسابقات بین المللی کاریکاتور در ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، ترکیه، برزیل، یوگسلاوی و غیره جایزه برده. بسیاری از آثارش به موزه های معتبر دنیا راه پیدا کردند و با در نظر گرفتن همه اینا اغراق نیست اگه بگیم کامبیز درمبخش معروف ترین کاریکاتوریست ایرانیه. کاریکاتور یک هنر اعتراضی معترضه، بعد در چیز اجتماعیه، یعنی که اون اشکال ها که خیلی ها در واقع نمیبینن کاریکاتوریست انگوش میذاره رو اونا، مردم آگاه میکنه. کاریکاتوریست به عبارتی مثل یک دکتر میمونن که در واقع یه نسخه میپیچن، خودشون داروشو ندارن ولی میگن که شما مثلا مشکلتون اینه، منطقه خب به یک نحوه طنزآمیزی سعی میکنه کاریکاتوریست یه جوری حرفاشو بزنه که در واقع اون درد و اون ناراحتی حس نشه. میتونم بگم 70% کار اون ایده است و اون فکره که اینا رو میسازه. بعضی از این ایده ها مثل یک جرقه به فکرم میرسه، بعضی وقتا در اثر طراحی زیاده از حد به فکرم میرسه، یعنی بر حسب تصادف بعضی ها به وجود میان. بعضی وقتا از دیدن یک چیز دیگه به یادم میاد، بعضی وقتا از دیدن کار همکارانم چیز دیگه به فکرم میرسه. بعد از ایده شروع میکنم طراحی کردن تا اون حس و حالتی که به هر حال اون طرح لازم داره، اون ایده لازم داره به دست بیارم. و این کار با طراحی روی کاغذهای پوستی انجام میشه که تو نمایشگاه اخیرم یه دفتری گذاشته بودم که برای یه آدمکی که بیننده فکر میکنه خیلی ساده است، چندین و چند بار یا بعضی وقتا 20 بار 30 بار من این طرح رو کشیدم تا به یه آدم ساده برسم که اون حالت دقیقا بیان کرده باشه. بعضی وقتا خیلی زود انجام میشه، ممکنه با همون طرح اول اصلا دستم بهش نمیزنم و حاضر آماده است. من از سفیدی کار به عنوان یک ماتریال استفاده میکنم، به عنوان یک رنگ استفاده میکنم. سفیدی کار به من یک زیبا و یک خلاصگی خاصی میده که تو تمام کارام تکرار شده.
سفیدی کار میتونه آسمون باشه، سفیدی کار میتونه زمین باشه. وقتی شما وسط یک کادر سفیدی خطی میکشید، بالا تبدیل میشه به آسمون و پایین تبدیل میشه به زمین. وقتی یه خط دیگه میکشید، اونجا میشه مثلا دریا. در واقع با این که خیلی ساده است، خیلی کار سنگینه. یعنی بعضی وقتا خب در نمیاد. یکی از کارهایی که دیگه میکنم اینه که روز بعد به کارم نگاه میکنم. چون موقعی که آدم داره کار میکنه، انقدر حواسش پرته یا غرق در کاره، اشکالاتش رو نمیبینه. بعد روز بعد که نگاه میکنم، میبینم مثلا یک جاش بهتر بود که طور دیگه ای باشه، اونطوری باشه که من دلم بخواد که نیست. بعد در این صورت باز اون کار رو تکرار میکنم. بعضی از کارها شده واقعا 20 بار تکرار شده که تا اونی بشه که من دوست دارم. درنبخش سالها سبک منحصر به فرد خودش رو پیدا کرده. کافیه چند تا از قهرمانان آثارش رو دیده باشین تا بتونین بدون اینکه اسمش رو پای کار تازه‌ای ببینین، نام صاحب اثر رو حدس بزنین. جالب اینجاست که این قهرمانا که خود درنبخش بهشون میگه آدمک، هیچ مشخصه ایرانی به خصوصی ندارن. چون همیشه دوست داشتم کارم بین‌المللی باشه، سعی میکردم کاریکاتورام رو طوری بکشم که مثل خارجی ها بکشم. و همین امر هم باعث شده بود که یه مقدار کارم هم با دیگران فرق داشته باشه. من سعی کردم این آدمی که میکشم سمبل یک انسان باشه، یعنی انسانی باشه که همه جاش شناخته باشه و ویژگی های جغرافیایی از نظر پوشش نداشته باشه. آدم در واقع مثل یه هنرپیشه میمونه. وقتی هنرپیشه یه تئاتری رو بازی میکنه یا یه فیلمی رو بازی میکنه، همیشه اون رول رو بازی نمیکنه. این رولاش فرق میکنه. سناریوهاش رو در واقع من مینویسم. اون آدمک هنرپیشه منه. من در واقع کارگردان اون فیلمی هستم که روی کاغذ انجام میشه. یعنی تمام اون داستانی که آدم میبینه روی پرده سینما، به جای سلولوید روی کاغذ اجرا میشه و با خیلی هزینه کم، خیلی خلاصه، کریستالیزه شده، ساده شده. و این خب برای یک آرتیست یا برای یک بیننده آگاه یه ایدئاله که شما بتونید با کمترین حرف به اندازه یک کتاب، یک مقاله حرف بزنید. کامبیز درنبخش هم کارهای آسون فهمتر برای ارتباط با عموم مردم داره و هم کارهایی به اصطلاح خودش روشن فکرانه که پیچیده ترند و از درک عمیق او از تاریخ سیاسی اجتماعی ایران و همینطور از تاریخ نگارگری ایران حکایت دارند. زیباترین نمونه دسته اخیر مجموعه مینیاتورهای سیاه اوه که در فاصله سالهای 52 تا 54 خورشیدی کشیده شده. مینیاتورهای سیاه که کتابش در اومد، من تو اون آیندگان ادبی اینا رو چاپ کردم که اینا علیه سانسوری بود که اون موقع به روزنامه نگارا می آوردن. من با این کارم در واقع دو بار رفتم سوال جواب و یکیشون پرسید که آقا چیکار کرده، بعد یکیشون گفتش که داره ادای عبید رو در میاره، عبید زاکانی. چون کاریکاتورهای من هم واقعا همینطور بود، یعنی معنای نهفته پیش داشت که خیلی ها نمی فهمیدم و خیلی هم به هر حال اونو درک میکردن. میفهمن، یعنی به قول معروف سمبولیسم کار کردن. تو همین زور و فشارها و این سانسورها باعث شد که کار ما یه جوری بین روشنفکرها و طبقه روشنفکر جذابیت پیدا کنه. و مثلا یکی از افتخارات من این بود که هم شوفر تاکسیه مثلا کار من رو دوست داشت و بهش زنگ میزد، تشکر میکرد و تعریف میکرد، و هم استاد دانشگاه آقای مجابی که مقدمه بر این کتاب نوشته آینه تاریخ. یعنی تاریخ ما، شما وقتی نگاه میکنی به قبل، همش از همین گونه ماجراها بوده.
درنبخش بعد انقلاب 57 به آلمان مهاجرت کرد و اونجا هم به کار و چاپ کاریکاتور در نشریات متعدد و مهم ادامه داد. اما بعد 22 سال زندگی در غرب در سال 1382 به ایران برگشت. بازگشتی که خودش اون رو در پیشرفت و تحول کارنامه حرفه‌ایش حیاتی میدونه. از موقعی که از آلمان برگشتم کارم و هم کیفیتش رفت بالا هم تعدادش رفت بالا. من 10 برابر زمانه که تو آلمان کار میکردم کار میکردم. دلیلش این استقبال، تشویق هموطنام، دوستام، بچه هاست. آخرین بچه که از من کار خرید همین چند روز پیش 8 سالش بود و توی لپتاپ این بچه تمام کارهای من بود، داره تمام کارهای من جمع میکنه. این خیلی جذابه و من انرژی میده که من در دنیای اونا زندگی کردن و اونا ارتباط برقرار کردن یه موفقیت بزرگیه. زندگی من در واقع همینه، یعنی زندگی من همش کاریکاتور، طرح، زیبایی، ایده است. من تو این کمودا پر از ایده است، یعنی اگه من نمیرم تا 100 سالگی ایده دارم. ایده پیدا کردن خودش مشکل بزرگی، همه ایده ندارن. من موندم که چجوری این ایده ها رو اجرا بکنم. این روزها در موزه بریتانیا نمایشگاهی برپاست که تاریخ ابراز مخالفت رو از خلال 100 شی مرور میکنه. مجموعه از اشیای امروزی گرفته تا اشیای متعلق به تمدن‌های کهن بین‌النهرین. این مجموعه رو این هیزلاب سرپرستی کرده، شخصیتی جنجالی که سردبیر مجله فکاهی پرایوت آی و در عین حال معروفه که در تاریخ بریتانیا از هیچ کسی به اندازه او شکایت قانونی نشده. تماشا با این هیزلاب در مورد این نمایشگاه گفتگو کرده. مخالفت چیه؟ از کجا نشأت میگیره؟ چطور به وجود میاد؟ چه کسانی مخالفت میکنن؟ در این نمایشگاه این هیزلاب، سردبیر مجله طنز سیاسی پرایوت آی، به این سوال ها میپردازه. فکر میکنم اهمیت این نمایشگاه در اینه که نشون میده حتی در این زمونه هم سختگیری های جدی در برابر مخالفت ها وجود داره و سوال های زیادی از طرف مردم مطرح میشه که آیا ما به صداهای مخالف نیاز داریم یا نه. این نمایشگاه نشون میده که در طول تاریخ و در همه جای دنیا با وجود این سختی ها همیشه مردمی بودند که گفتند نه، من عقاید مرسوم رو به پرسش میگیرم و با چیزی که شما به عنوان روایت رسمی میشناسید مشکل دارم. از نظر تاریخی از لوح‌های بابل شروع میکنیم. نبوکدنضر میگه باید اسم من روی خشت ها باشه، یعنی اسم پادشاه. ولی میبینیم که سازنده خشتا اسم خودش رو اون بالا نوشته، زوبینا. اون مسلماً فکر کرده این خیلی بامزه است، من به اندازه پادشاه مهمم. بعدم فکر کنم اینو به رفیقاش نشون داد و اونا هم زدن زیر خنده و گذاشتنش لای دیوار، به این خیال که کسی نمیفهمه. اما 1000 سال بعد دیوار فرو میریزه و حالا ما میتونیم تو موزه بریتانیا ببینیمش. و بعد از این بلافاصله پوسیحت ترامپ رو میبینیم. پوسیحت کلاهی بود که گروهی از زنان در تظاهرات سال 2017 برای مخالفت با ریاست جمهوری دونالد ترامپ به سر گذاشتن. این تظاهرات واکنشی بود به حرفهای فاش شده ترامپ درباره دسترازی به زنان که در اون از اصطلاح تحقیرآمیزی برای توصیف اندام تناسلی زنان استفاده کرده بود. نمایشگاه دامنه وسیعی از مخالفت ها رو در بر میگیره. از آدمایی که واقعا می‌خواستن دنیا رو عوض کنن تا کسایی که فقط می‌خواستن شوخی کرده باشن و یا خشمشون رو خالی کنن. اما من توی این نمایشگاه تلاش می‌کنم که بگم ریشه همه اونا در واقع در یه چیزه، این که به پرسش بگیرن. بذارین با اشیایی شروع کنیم که مخالفت‌های آشکار رو نشون میدن، اشیایی که معمولاً در جوامعی ساخته شدن که اینجور مخالفت‌ها مجاز بوده. این تصاویر مصر باستان که به 3000 سال پیش برمیگردن به اسم دنیای وارونه شناخته میشه. در این تصویرها میبینیم که نظام سلسله مراتبی جهان و نظم طبیعی چیزها واژگون شده. مثلا شیری رو میبینیم که با یه غزال سر یه میز بازی نشسته.
اینجا حیوانات یا داستان‌های معروف رو تصویر می‌کنن و یا در نقش آدم‌های واقعی ظاهر شدن. تقریباً 500 سال بعد این لوحه مربوط به بین‌النهرین ساخته شده که پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی کوروش کبیر رو نشون میده. هدف این لوحه سنگی اینه که مردم بابل رو قانع کنه که فاتح جدید سرزمینشون یعنی کوروش از حاکم قبلی یعنی نبونائید سنت‌ها و رسومشون رو بهتر درک می‌کنه و به اونها بیشتر احترام می‌ذاره. در همین زمان پیشکارهای کوروش اسم نبونائید رو از روی یه نقش برجسته حذف کردن. نوع دیگه ای از پروپاگاندا رو میشه در روم باستان هم جستجو کرد. به نظر میرسه که هر دوی این دستسازه‌ها تبلیغات سیاسی آگوستوس علیه آنتونیوس و همسرش کلئوپاترا رو برای جانشینی سزار نشون میدن. این دستسازه‌ها ملکه مصری رو در قالب یه فرد هرزه تصویر میکنن. تهمت‌هایی با مبنای جنسیتی علیه زنان سیاستمدار همین امروز هم در صحنه سیاسی و اجتماعی جهان زده میشه. چیزایی از زمان عصر طلایی طنز بریتانیایی هم وجود داره. نمایشگاه در بخش دیگه‌ای به طنز سیاسی می‌پردازه. اولین کاریکاتورهای مدرن سیاسی انگلستان 230 سال پیش خلق شدند. هدف اونها خانواده‌های سلطنتی و سیاستمداران درجه اولی بودند که از ترس بیشتر تمسخر شدن نمی‌تونستن کاریکاتوریست‌ها رو توقیف کنن. این چاپ دستی به پرخوری، انحراف اخلاقی و ولخرجی‌های پادشاه آینده انگلستان حمله می‌بره. اینجا فقط پاهای یه زوج رو می‌بینیم، اما برای همه مشخصه که پاها متعلق به اعضای برجسته خانواده سلطنتیه. طنز کارش اینه که به یه عقیده یا نظر و یا تناقض شکل بده و این کار رو خیلی سریع و با خنده میکنه. از طرف دیگه کسایی که مورد انتقاد قرار گرفتن رو خیلی بیشتر آزار میده. مثلا اگه به کسی بگی که سیاست‌های شما عمیقاً سرکوب کنندن و باید اونا رو متوقف کنید، این تأثیر خیلی معمولی داره. اما اگه به کسی بگی تو مضحک گزنده، هر چی میگی چرنده، خب این واقعا آزارش میده. کارای یه کارتونیست به اسم نیوتن برام خیلی جالبن. خیلی روکه و طنزش خیلی انگلیسیه. نیوتن در کاری جنجالی سرهای بریده پادشاه و نخست وزیر انگلیس رو تصویر میکنه. نکته مهم اینه که او این کار رو درست 4 سال بعد از انقلاب فرانسه انجام میده. انقلابی که در اون گردن پادشاه فرانسه زیر تیغ رفت. من واقعا خوش شانس بودم که میراث آزادی‌هایی به من رسیده که طنز پردازا، نشریات و روزنامه‌نگارا در قرن 18 و 19 توی انگلیس به دست آوردن. آزادی‌ای که بازتابش رو توی اروپا هم می‌بینیم. اما به طور مشخص ما این آزادی برای خندیدن رو بیشتر توی انگلستان می‌بینیم که به قیمت زندانی شدن و فراری شدن آدمای زیادی به دست اومده. تلاش‌های زیادی که برای آزادی مطبوعات صورت گرفت این رو ممکن کرد. به همین دلیل میتونید توی این نمایشگاه ببینید که انگلیسی‌ها بیشترین آزادی رو داشتن و همین میراث بوده که به مجله تندی مثل پرایوت آی اجازه داده کارش رو ادامه بده. میدونم که بدترین اتفاقی که الان ممکنه برای من بیفته اینه که یه حکم قضایی برای توهین کردن بگیرم. اما بیشتر مردم دنیا برای چنین کاری با جونشون بازی میکنن. آدمایی که چنین خطرهایی رو به جون میخرن، واقعا من رو تحت تاثیر قرار میدن. هک کردن روی سکه های رایج اغلب یکی از تاثیرگذارترین راه های انتقال پیام به صورت گمنام بوده. روی پول همیشه بیانیه های پیچیده ای از دولت ها و ملت ها قابل رویته. برای همین دستکاری این طرح‌ها میتونه حرکتی نمادین برای هجوم به دولت‌هایی باشه که این پول‌ها رو ضرب می‌کنن. این سکه در سال 1796 جسد نخست وزیری رو نشون میده که از چوبه دار آویزونه. اما اینجا روی یه سکه پنس دستکاری شده ساخته همون سال پاپ رو می‌بینیم که به جای او حلق‌آویز شده. اخیراً یه طراح یونانی به اسم استفانوس با دستکاری اسکناس‌های یورو اعتراض خودش به بحران اقتصادی یونان و بدهی‌های دولت این کشور رو نشون داده. او فیگور شوم مرگ و همینطور مردمی که توسط گردباد بلعیده میشن رو روی این اسکناس‌ها تصویر کرده.
بخشی از این نمایشگاه به اشیایی میپردازه که در مکانها و شرایط خطرناک ساخته شدن. جاهایی که ایده براندازی اغلب در شکل پیامهای تند سیاسی وارد اشیای روزمره میشه. این نمکدون به دوره‌ای برمیگرده که تشریفات، آیین‌ها و اشیای کاتولیک در بریتانیا ممنوع بودند. یه خانواده کاتولیک شیعی که از اساس یه نماد مذهبی بود رو به یه نمکدون تبدیل کرد. وقتی متصدی بهشون میگفت مشخصه که این یک نمکدون نیست، کاملا مشخص دونه های کهربا نماد خون مسیحن و خود این شی هم از سنگ نمک درست شده که نماد پاکی مسیحه، اون خانواده وانمود میکرد که نه، این فقط یه نمکدونه. من اینجور اشعار رو خیلی دوست دارم چون به معنی واقعی یک کنش اعتراضی هم. این نسخه سال 1631 کتاب مقدس که به انجیل بدکار معروفه یک اشتباه چاپی در فرمان هفتم داره. به جای جمله شما نباید مرتکب زنا شوید، نوشته شما باید مرتکب زنا شوید. لباس یکی از تاثیرگذارترین ابزار مخالفته که مثل یک کد عمل میکنه و ایدئولوژی فردی رو که اونو به تن داره نمایان میکنه. اواخر قرن 19 در سودان این خرقه و بعد از اون این دشداشه عربی یونیفرم پیروان مهدی بود که رهبر سیاسی نظامیشون یه صوفی بود. فردی که امپراتوری فاسد عثمانی در سودان رو برکنار کرد و دولت خودش رو بنا کرد. هر دوی این لباس ها نمادهایی برای صوفیگری هستند. توی نمایشگاه کار چاپ هندی خیلی خوب از الهه کالی داریم که به دوران استعماری برمیگرده. دور تا دورش با سرهای بریده پر شده که ریشه در سنت‌های هند داره. اما دقیق که میشید میبینید که همه این سرها سیبیل دارن و چهره‌های اروپایی رو نشون میدن. خب مسلماً این چاپ در اون زمان توقیف شد. فندک بنزینی متعلق به یه سرباز آمریکایی در جنگ ویتنامه. روی فندک نوشته ما بیمیلانی هستیم که بیکفایتان هدایتمان کردند تا ناممکن را برای ناسپاس میسر کنیم. جنگیدن برای صلح مثل مقاربت برای پاکدامنیه. بگذار قلب و روحت را تسخیر کنم، وگرنه این جهنم دره‌ات را تا ته میسوزانم. بیشتر سربازهای آمریکایی فندک‌های قلمکاری شده داشتند و از اونا برای سوزوندن خونه‌هایی که فکر می‌کردند متعلق به کمونیست‌های ویتنام جنوبی استفاده می‌کردند. چند تا قالی جنگی تو این نمایشگاه هست که به زمان اشغال افغانستان به دست اتحاد جماهیر شوروی برمی‌گرده. وقتی دقت می‌کنین می‌بینی که توی حاشیه‌ها نقش هلیکوپتر هست. اشیای فوق‌العاده‌ای شبیه اینا وجود دارن که توی اونا مردم مخالفت خودشون رو پنهان کردن و وقتی ازشون سر در میارید میتونید متوجه پیام‌هاشون بشید. بخشی از نمایشگاه به هنر مخالفت از قرون وسطا تا همین سالهای اخیر توجه میکنه، زمانی که قدرت سیاست‌های فرهنگی و نهادها به پرسش گرفته میشه. این تومار فقط درباره نبرد میان شکار و شکارچی برای بقا در طبیعت نیست. این در واقع تمثیلی از شرایط دشوار سیاسی و فرهنگی چین بعد از حمله مغول‌ها. و یا این کار چاپی یه منظره آرامش بخش رو نشون نمیده، بلکه درخت‌های اون، دکل‌های برق و قله‌های دوردستش آسمون خراش‌ها هستن. هنرمند چینی در توضیح کارش میگه چینی‌های باستان قدردانی و احساس خودشون نسبت به طبیعت رو با نقاشی منظره نشون میدادن، اما من برخلاف اونها از نقاشی منظره برای نقد واقعیتی که جلوی چشام میبینم استفاده میکنم. امکان داره بپرسی این نمایشگاه چه ربطی به مسائل امروز داره؟ در همین بریتانیا و بسیاری جاهای دیگه هنوز درباره پوشش حجاب و روبنده دعواهای جدی وجود داره و این به خوبی یادمون میاره که توی کشورهای دیگه مثل ایران مردم تا حد زیادی زندگیشون رو برای اعتراض به اون به خطر میندازن. توی تصویر خیلی زیبا میبینید که یک نفر حجابش رو به طور کامل درآورده و این نمادی از همین مسئله است.
بعد توی فوتومونتاژ به اسم حجاب بعد برای مردها حجاب میذاره و این سوال رو مطرح میکنه که آیا اصلا این ایده خوبیه یا نه. سال 2005 بنکسی اثر جعلی روی دیوار موزه بریتانیا گذاشت و این توضیح ساختگی رو هم در کنار اون قرار داد که این اثر احتمالاً تصویر یکی از انسان‌های اولیه رو در حال شکار نشون میده و مسئولان معمولاً نمیتونن ارزش تاریخی و هنری این نوع آثار رو تشخیص بدن. این تک سنگ برای 3 روز روی دیوار موزه باقی موند تا اینکه وبسایت خود بنکسی ماجرای اثر بدلی رو فاش کرد. چند تا فیگور مسخره هم هست که موزه اونا رو به تصور اینکه الهه های باستانی هستن خریداری کرد. بعدم فهمیدن که همشون جعلی هستن و این فقط یه مرده که روی توالت نشسته. الان برای ما تشخیص دادنش خیلی آسونه، اما زمانی که اینا رو خریدن انقدر ساده نبود. این نمایشگاه نشون میده که در طول تاریخ همیشه گروهی از آدم ها به نفع گروه یا فرد دیگه ای سرکوب شدن. برای همین مخالفت و اعتراض هم همواره بخشی از شرایط انسانی بوده که اغلب قدرت‌های سیاسی، عقاید مذهبی و ایده‌های رایج فرهنگی رو هدف قرار داده. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونید روی وبسایت BBC فارسی هم ببینید. اگه خواستین گزارش‌ها و برنامه‌های قبلی ما رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.